خداوند متعال و سلام بر شما بیننده عزیز به بخش دوم برنامه آخر خط به گونه زنده از نور خوش آمدید. آزمون مرگ و زندگی افغانها در مهاجرت به کشورهای خارجی. جنگ، خشونت، فقر، ناامنی و مهاجرت پدیده‌هایی هستند که همواره زندگی شهروندان افغانستان از آنان متاثر است. با وجود آمدن حکومت وحدت ملی و تحرکات تازه طالبان و ظهور گروه دیگری به نام داعش، تعداد زیادی از شهروندان افغانستان مجبور به ترک وطن شدند. با آنکه این شهروندان با پشت کردن به هزاران مشکل و عبور از امواج متلاطم بحرها به کشورهای غربی اروپایی میرسند، اما در آنجا هم وضعیت زندگی خوبی ندارند. چند پیش دولت آلمان تصمیم به اخراج مهاجرین افغانستان از آن کشور گرفت و ظاهرا رئیس جمهور افغانستان هم موافق اخراج مهاجران از آلمان بود. در همین حال بعد تازگی مقامات برخی کشورهای اروپایی گفتند که درخواست پناهندگی پناهجویان افغانستان در کشورشان پذیرفته نخواهد شد. معین وزارت‌های خارجه و عدلیه نروژ که برای حل مازاری پناهجویان افغانستان در کشورشان به کابل آمدند میگویند که نروژ درخواست پناهجویی 90% افغانستانی ها را نمیپذیرد. در این برنامه آقایان توریالی قیاسی کارشناس امور سیاسی و محمد علی اخلاقی از مجلس نمایندگان هم تا لحظات دیگر با ما خواهند پیوست هستند. خیلی خوش آمدید آقای قیاسی. بیاین از همینجا آغاز کنیم که حالا انتظار میرفت که با وجود آمدن حکومت وحدت ملی و وضعیت موجود حداقل روند مهاجرت به بیرون از افغانستان کاهش پیدا کنه و همچنان زمینه بازگشت مهاجران از خارج فراهم شود. اما ظاهرا تا اینجای کار وضعیت وارونه رقم خورده. فکر میکنین چی دلیلی وجود داره؟ به نام خدا و عرض سلام حضور شما و همکاران عزیز و بینندگان محترم. خب همونطور که شما اشاره کردین واقعا دور از انتظار بود و به شکل وارونه رقم خورد. خب عوامل مختلف داره، یه عامل چه در ابعاد داخلی داره و ابعاد بین المللی هم داره. مردم آرام آرام به نسبت تعللی که در کارکردهای حکومت در از آغاز حکومت وحدت ملی و همینطور ظاهرا اختلاف دیدگاه ها و هنوز در همو خط انتخاباتی کمپانی ماندن جهت‌های انتخاباتی این جهت‌های متشکلی حکومت وحدت ملی و انعکاسی مثلا در افکار عمومی توسط مطبوعات و مشکلات از این دست و ای که عدم رسیدگی به مسائل بسیار عمده در برای ارائه خدمات برای مردم، حکومتداری خوب، فساد اداری، مشکلات عدلی و قضایی که مردم داشتن، هر روز فکر میکردن خب بالاخره انتخابات و حکومت نو و به این مسائل باید هرچه سریعتر رسیدگی بکنه. خب انتظار مردم بسیار توقعی زودرس داشتن و نیاز توقع داشتن که زود به این مشکلات اقلا اگر پایان مطلق داده نمیشه کاهش پیدا بکنه، آلام و مصائب و بی‌توجهی، مشکلاتی که در ادارات مختلف، البته منظور ما کابل نیست، کل افغانستان است وجود داره. این یک بس که مردم آرام آرام با بهیز رسیدن به این نتیجه به ذهنشان رسیدن که والله این مشکلات پایان نمیافه و باید ادامه زندگی به حالت افقشانه در خلاصی که افق پیشروشان روشن ندیدن دست به مهاجرت زدن. این بحث داخلیش. در بعد بحث خارجیش خب سیاست های کشورهای کمک کننده هر روز به نحوه تغییر میکنه، هر روز در برابر دشمنانه که امروز امنیت ملی، تمامیت ارضی، رفاه و آسایش مردم و مسئولیت مردم به مخاطره انداختن، هر روز را هدف قرار دادن، آماج قرار میدن. در این بخش هم مردم با وصف فیزیک میدانن که نیروهای امنیتیشان با افتخار و با غرور با تمام قوا در برابر ازی دشمنان کشور و امنیت آسایششان استاده هستن، اما توقع داشتن که هنوز این کمک ها و این همسویی ها و همپویی ها با نیروهای داخلی امنیتی ما ادامه پیدا بکنه و دشمن مشترک در برابر نیروهای بین المللی و نیروهای آتش داخل، نیروهای داخلی تعریف شوه و این دشمن مشترک به صورت منسجم برای سرکوبش، برای به اصطلاح پاکسازی از وجود از اینا افغانستان کاری صورت بگیره. و در این بخش هم مردم مایوس، یک نوعی از احساس مایوسیت کردن و افق تاریک دیدن و هر روز یک تعریف دیگه از
از طالبان و از دشمن از بین کشورهای کمک امنیتی افغانستان به وجود آمد که اینا دست به هم دادن دست به هم دادن تا مردم افق تاریک ببینن و دست به مهاجرت بزنن یا پناهجویی بزنن. بله آقای یوسف، در کل با توجه به دیگر مشکلاتی که حکومت وحدت ملی داره در بخش های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، نوع نگاه این حکومت به مسئله پناهندگی و پرداختن به مسائل مهاجرت چگونه بود و رئیس جمهور در دوران انتخابات وعده ایجاد 1 میلیون شغل برای شهروندان و همچنان وعده ایجاد و تهیه مسکن برای شهروندان افغانستان داده بود، چقدر این وعده ها محقق شد؟ خب این وعده ها خب بنابر مو درگیریایی که به اصطلاح وجود داشت، بنابر مو دشمنان بسیار قدرتمندی که فرارای حکومت وحدت ملی برای فرارای اهداف حکومت وحدت ملی قرار داشت، این کن ساختی روانده. ما اولین اقدامی را که چند روز پیش دیدیم، ما هم شاهد بودیم که جمهوری چین، جمهوری مردم چین در رابطه با تعهد سپردن و کمک کردن که 10,000 برای 10,000 خانوار سرپناه می سازن که او هم پروگرامش روی دست است که حکومت او را به مامورین و همینطور به شهدا و خانواده شهدا و شهدای ارتش ملی و پلیس و امنیت ملی و اینا که در جنگای دفاع میهنی جانشان از دست دادن توضیح میکنه. خب به می ترتیب وعده ها نیاز به بودجه داره و بودجه ملی هم بسیار مشکل است که این وعده هایی را که داده میشه را ایره تحقق بده و به سرانجام برسانه. بنابراین حکومت در مجموع تلاش داره که خب خدمات را عرضه بکنه به شهروندانش و این وظیفه‌اش است و همینطور امنیت را تامین بکنه. بله. اما بحث ای که این طیف بزرگی از مردم افغانستان رو به بیرون میارن یک بحث پیچیده و چند جانبه است که میشه در ادامه بس. خیلی سپاس. و آقای محمد علی اخلاقی عضو مجلس نمایندگان تازه در بحث با ما پیوستن، خیلی خوش آمدین آقای اخلاقی. بله آقای اخلاقی، با وجود آمدن حکومت وحدت ملی در کنار دیگر چالش هایی که تشدید یافتن و بروز کردن مانند ناامنی، فقر و بیکاری، بحث مهاجرت هم متاسفانه افزایش پیدا کرد و عمده ترین دلیلش شما در چی میبینین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما مهمان محترم برنامه و بیننده برنامه‌تون. بله، مدتی که شما اشاره کردین، متاسفانه یکی از معضلات و یکی از چالش های عمده ای که افغانستان داره بحث مهاجرت است که فعلا شاید بیش از 6 میلیون یا در دور بر 6 میلیون مهاجر داره افغانستان. این میتونه برای افغانستان، برای آینده های افغانستان از نظر فرهنگی و از نظر خصوص در بخش فرهنگی یک سلسله چالش های رو بدون بال داشته باشه. و خصوص امسال در چند ماه اخیر ما شاهد یک مهاجرت توده‌ای و یک مهاجرت بیرویه بودیم که جوانان ما و شما، جوانان مستعد و نیروهای تحصیل کرده، نیروهایی که اینا مثلا از دانشگاه ها فارغ شدن، دارای درجه لیسانس هستن و حتی کسانی که در سالهای دوم و سوم و چهارم در دانشگاه ها اینا محصل بودن، دانشجو بودن، اینا رهسپار کشورهای اروپایی شدن و رهسپار سفر شدن که هم در جریان و در مسیر راه هیچ معلوم نیست که چی بلای سر از نخواد بیای و هم در کشورهای مقصد با اینا چی برخورد خواهد شد. خب این که چی عوامل و چی زمینه های باعث پدیده مهاجرت گرده است، عوامل متعددی وجود داره. یکی از مهمترین عواملی که ما میتونیم از او یاد بکنیم بحث ناامنی در افغانستان است. متاسفانه گسترش ناامنی و همینطور تغییر جغرافیای جنگ به ساحاتی که در گذشته امن بود، اینا خودش یکی از عوامل مهم است. وقتی ما میگیم ناامنی، این ناامنی خودش میتونه که زمینه ساز بسیاری از مشکلات دیگر شود. به عنوان مثال، یکی از پیامدهای ناامنی در یک کشور میتونه براندازی زمینه های اشتغال یا زمینه های سرمایه گذاری باشه. امروز یکی از راه هایی که ما میتونیم زمینه های اشتغال ایجاد کنیم، زمینه سازی برای سکتورهای خصوصی است، برای سرمایه گذاری های خصوصی است. هیچ سرمایه داری نمیاد در افغانستان سرمایه گذاری کنه. چرا؟ به خاطر که وضعیت امنیتی طوری است که اینا هیچ اطمینان نداره که از سرمایهش بتونه استفاده کنه و سرمایهش در آینده دچار مشکل نشه.
و این خودش بیکاری رو به دنبال داره. پس یکی از عوامل به صورت مستقیم ما میتونیم بگیم که ناامنی است و این ناامنی امیدی به زندگی و یک چشمانداز و یک دورنمای درست را در واقع تحت تاثیر قرار داده و هیچ کس یک چشماندازی روشن و یک آینده روشن در زندگیشان نداره. بنابراین ما میتونیم بگیم که بر اساس از این ناامنی است که یک نوع یأس و ناامیدی نسبت به آینده زندگی در جوانان به وجود آمده. خود از این مهمترین عامل میتونه باشه که جوانان ما و شما را باعث شده است که در یک مسیر نادر حرکت بکنه که هیچ او مسیر آیندهش معلوم نیست. البته در کنار از این ما میتونیم از عوامل دیگه هم نام ببریم، ولی مهمترین عامل بحث ناامنی میتونیم ازش سپاسگزار هستیم. ادامه این برنامه تا لحظات دیگر. باز هم خوش آمدید آقای اخلاقی. قسمی که شما هم پیشتر اشاره کردین، هموره در بسیاری از چالش‌ها که در افغانستان صحبت میشه بحث ناامنی را عمدترین دلیل میشمارن. اگر بحث رشد مواد مخدر مطرح میشه، بحث فقر و بیکاری مطرح میشه و بحث مهاجرت هم که شما که از دلایل اون باشه ناامنی را عنوان کردین، واقعا فکر میکنین یک بهانه شده برای حکومت افغانستان که در هر بخشی که صحبت میشه در هر چالش میگن خب ناامنی است، مهاجرت است، قاچاق مواد مخدر است و سایر چالش ها است؟ البته تلقی مهم است که در افغانستان سه تا چالش به عنوان چالش هایی که سایر چالش ها از اینا برایند از این چالش ها است، به عنوان دیگه بگیم که به عبارت دیگه بگیم که به عنوان مادر چالش ها سه تا چالش در افغانستان است. یکی ناامنی است، دوم فساد اداری و سوم هم کشت و قاچاق مواد مخدر. این سه اینها با هم ربط دارند، کاملا با هم دیگر در ارتباط هستند. این سه تا چالش کاملا با هم دیگر در ارتباط است و زمینه چالش های دیگر را فراهم کرده است. ناامنی به عنوان محوری ترین چالش، در کنارش کشت و قاچاق مواد مخدر یا ترافیک مواد مخدر کاملا ارتباط داره. کسانی که یا باندهای مافیایی که از کشت و قاچاق مواد مخدر استفاده های بسیار کلان را میبره، اینا در صورت میتونه از این به استفاده ها برسه که ناامنی در افغانستان وجود داشته باشه. هر چقدر ناامنی گسترش پیدا بکنه، زمینه سلطه حکومت محدود شوه و نتونه در هر جا اینا حکومت داشته باشه، زمینه استفاده برای قاچاقچیان و برای کسانی که از کشت و قاچاق مواد مخدر استفاده کنه میبره، زمینه برز نباز میشه. لذا اینا در تلاش هستند که با هم دیگه. خب از طرف دیگر، خب در داخل حکومت کسانی که در چوکات حکومت کار میکنه، اینا اگر واقعا مطابق از وظیفه و صلاح دیدشان که مجری قانون هستند و وظیفهشان تطبیق قانون هستند، در این راستا اگر جدی باشه، باز هم جلوی قاچاق مواد مخدر گرفته میشه، باز هم به یک نحوی میتونه که با ناامنی در ارتباط باشه. ولی باز میبینیم که فساد اداری همچنان گسترده است. چرا؟ به خاطر که اگر فساد اداری نباشه، در بحث کشت و قاچاق مواد مخدر محدودیت ایجاد میشه. و از اون طرف اگر کشت و قاچاق مواد مخدر هم نباشد، باز هم میبینیم که امنیت و چی به یک نحوی با او در ارتباط است، فساد اداری. این سه تا چالش به عنوان مهمترین چالش در افغانستان است. متاسفانه اگر حکومت افغانستان بیایه امروز بهانه بکنه، به این معناست که برف بام خود سر بام دیگر را میاندازه. هیچ بهانه ای نداره. اگر در ارتباط با ناامنی حکومت یک سلسله مشکلات داشته باشد، در ارتباط با فساد اداری دیگه هزینه برای حکومت نمیخواد. و فساد اداری هم تنها در ساعات ناامن نیست. قطعاً فساد اداری در دو بخش است. فساد اداری در بخش کلان و فساد اداری در بعد خود. فساد اداری در بخش کلان مشکل است. چرا؟ به خاطر اینکه کسانی که دستش به فساد اداری در بخش کلان اینا دستش آلوده است، اینا کسانی هستند که پیگیری نمیشه. اینا کسانی هستند که به یک نحو مسئولیت داره، کسانی هستند که نهادهای عدلی و قضایی اگر بخوایدم کار بکنم، متاسفانه بر اینا دستش نمیرسه. بله، حالا اون قسمی که شما اشاره کردین، وقتی که میشه مشکل عمدر شما اشاره کردین و دست نشان هستند در افغانستان، هم مرا به این سه مسئله اشاره میشه، شناخته شده هستند و تعریف شده هستند، اما چی کار صورت گرفته برای حل این مشکلات؟ خب ما از هر کس اگر سوال بکنیم، متاسفانه جوابی است که هیچ کاری صورت نگرفته است. حکومت وحدت ملی علی رغم وعده هایی که برای مردم دادن، شعارهایی که در وقت انتخابات دادن، اگر اینا میخواستن که در این سه بخش یک برنامه داشته باشه جلوی این چالش ها رو بگیره، در قدم اول
یک خانه تکانی بسیار جدی حکومت نیاز داشت، مبنی بر از اینکه کسانی که در فساد اداره دستش آلوده هست باید جلو از نار گرفته میشه. شما ببینید چند مدت پیش کسی که از طرف سه محکمه اینا متهم است و اینا محکوم میشه به اینکه باید در زندان باشه، چرا؟ به خاطر که پولهای مردم را اینا به نحو بهانه های مختلف اینا خوردن و دزدیدن، حالا امروز دستش مثلا باز است، در قراردادها اینا بسیار راحت میه، در پشت میز از همه اینا بلندتر میشینه و قراردادهایی که این قراردادها مفاد بسیار داره باز همین آدم ها میه میخواهی که ازش استفاده کنه. این خود نشان دهنده چیز؟ نشان دهنده عزیز که در حکومت یک برنامه علیه فساد اداری وجود نداره. کسانی هستند که در حکومت گذشته میلیون ها افغانی و میلیون ها دلار اینا حیف و میل کردن، اما ما ببینیم که بازم اینا به یک نحوی دستشان به قدرت شریک هستند به یک نحوی. خب حکومت در صورت میتونست در این راستا موفق شود که جلوی از این کسا رو بگیره. گذشته از در بخش امنیت اگر ما بخواییم، امروز متاسفانه بحث ستون پنجمی که مطرح میشه یک بحث بسیار جدی است. در داخل و در ساختار حکومت کسایی هستند که اینا خودشان در ناامنی دست داره، اینا کسانی هستند که به نحو نفوذی های سازمان های استخباراتی هستند، اینا کسانی هستند که از منافع کشورهایی که در افغانستان به طرق مختلف دخالت های منفی داره، از منافع از اینا دفاع میکنه. بنابراین حکومت وقتی میتونست که این ستون پنجم رو راه نده، وقتی میتونست به امنیت جلوش بگیره که کسانی که دستش در ناامنی دراز است و از این طرف دستش در قدرت اینا دستش قطع شده، اینا جلوش گرفته شده. در ارتباط با کشت و قاچاق مواد مخدره هم رقم است. کسانی امروز استفاده های کلان را از کشت و قاچاق مواد مخدر میبره که اینا به یک نحوی در قدرت شریک هستند، یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم. حکومت تا نهر کلان جلویش نبنده، جویب‌های خردی که از این نهر جدا میشه، جویب‌های فرعی، اینا رو ولو هم که موفق شد ببنده هیچ راهی را پیش نخواهد برد. سپاسگزار. آقای قیاسی، برخی هم مخصوص مقامات حکومتی بیشتر از آدرس وزارت مهاجرین مشخصا میگن که برخی مهاجرت‌هایی که از افغانستان به بیرون صورت میگیره بیشتر ذوقی و از روی اختیار است. مثلا میگن اکثر جوانایی که به کشورهای اروپایی سفر میکنن تقریبا از بالاتر از 20000 دلار را مصرف میکنن تا به یک کشور مقصد میرسن، اما اگر اون 20000 دلار در افغانستان بگیرن سرمایه‌گذاری کنن یا کار کنن بهتر از برایشون تا اینکه به کشورهای بیرون برن. واقعا اینجا بیشتر فکر میکنن در اکثر مهاجرت ها بحث اختیار و ذوق مطرح است یا بیشتر چالش ها؟ بله درست است که خیلی از این دسته از اشخاصی که دست به بیرون شدن از کشورشان از خانه و کاشانشان زدن، کسایی هم هستند که مقدار زیادی پول خرج میکنن، هزینه میکنن تا به یک جایی برسن. خب درست است که این 20000 میتونن یک جای سرمایه گذاری کنن، اما این 20000 شاید یک تعداد پس اندازش داده باشه، اما یک تعداد 20000 دلار از فروش مایملکش به اصطلاح جایدادش یا خانیش یا موترش یک چیز یا دکانش به دست آورده و دست به حرکت زده و رفتن به کشور دیگه زده. او دلایلش هم که پیشتر ما شما برشمردیم که بلند رفتن گراف ناامنی همونطوری که وکیل صاحب اشاره کردن در رأس ازیاس و به اصطلاح تاریک بودن افق، از دست دادن امید برای زندگی در کشور خودشان که سرنوشتش خود روشن نمیبینن برای ادامه زندگی در داخل از کشور. و این بس خطرناک ترین شرایط وضعیت است که اتباع کشور نسبت به از او شرایط و نظام و شرایط زندگی در کشورش ناامید شد و امیدش از دست بده. البته از دست دادن امید در تمام ابعاد زندگی مهم است، اما وقتی که از لحاظ اعتماد روی حکومت و نظام و زندگی در یک جای در حکومت ای امید از دست بدهی و ای اتباع کشور وقتی یا شهروندانش امید از دست بدن، بدترین وضعیت. بله، یعنی شهروندان افغانستان برای از دست دادن امیدشان بیشتر وقتی که میفهمن اما تا کار بکنن امیدشان تقریبا، این امید باید دولت این امید برگردانه، این امید بس دوباره زنده کنه با کارهایی که سازندهی که در داخل کشور میشه. در این شک نیست که اقتداد به این چیز هستن به نظر من، یا به صورت عرفی یا رسمی سه طیفه از مردم است که مردم در سطح بین المللی به او نام گذاشته میشه، کسایی که از دست به بیرون شدن از کشورشان میزنن، مهاجرین هستن، آواره ها هستن و پناهجویان هستن. مهاجرین اونایی هستن که خب زندگی اقتصادیشان ما بیشتر اونا را به خاطر
بهتر شدن وضعیت زندگیشان از یک جای به جای دیگه میرن، مهاجرت دادار به مهاجرت میسازه. خب اینا یک طیفی هستن. خب طبعا میشه که موضوعی که شما گفتین شامل از این طیف شون که میخواین زندگیشان بیشتر شوه و به یک شکل پولم دارن، میخواین یک جای دیگه کار کنن، اقتصاد سرمایه‌گذاری بکنن. پناهجویان کسایی هستن که خب دلایل سیزشان فرق میکنه. او کسایی به کسایی اطلاق میشه که در کشورشان نظامی که حاکمیت داره یک نظامی است با روی کرد فاشیستی، یک نظامی است با روی کرد انصاری و استبدادی و غیر دموکراتیک، دیکتاتورشپ است. بله، و در بحث پناهجویی تنها بود فردی و اجتماعیش مطرح نیست، بلکه ابعاد سیاسی هم مطرح است. اینجا پناهجو به کسی گرفتم گفته میشه که به صورت یعنی یک نوع نظام به صورت رسمی یک کسی از ابراز عقایدش، عقاید مذهبیش، سیاسیش، نژادیش، پیگرد قانونی و مورد سرکوب و به اصطلاح عرصه کار ازش گرفته میشه و از لحاظ فرهنگی زبانی سرکوب میشه و جلو پیشرفت زندگیش به اون چیزی که آزادی های فردی، مدنی و شهروندیش باعث یک انسان بر دلیلی که از حال دلیل سیاسی است، اعتقادی است، فرهنگی است، زبانی است، پوست است، جلد است، رنگ پوست است، مثلا گپای دیگه که از طرف نهاد رسمی حکومتی اعمال میشه و سرکوب میشه به صورت یک سیاست غیر رسمی یا رسمی، به این میگن پناهجو. بله. که از این فضا پناه میبره به یک جای دیگه و دلیل خودم بیان میکنه که ما در جای زندگی میکنم که حکومت اینمی فرصت ها را از ما گرفته، درست؟ و ما میرم. این یک تعریف، به این تعریف یک جای به او برخورد میشه به کشور دوم. بحث دیگهش که به آواره است، این آواره هم به اثر شرایط ناامنی که سببش جنگ های بین المللی یا جنگ های داخلی که با تحت شعای منافع کشورهای بیرونی در یک کشور به اجرا در می آید، روی دست گرفته می شه و جنگ سبب می شه که کسایی که از جنگ متضرر می شن و در جنگ خانم زندگیشان از دست می ته مورد شهروندان سوری بیشتر کاربرد داره. حتی در افغانستان همچنان شما امروز از کشورهای مختلف در کشورتان داره به اصطلاح در برابر مردم می جنگه و خانه و کاشانه مردم با آتش می زنه. ما داریم در از سال 71 به این طرف که آرام آرام ما اینطور یک جنگ در افغانستان داریم و یک جنگ نیابتی که از ملیت‌های مختلف در چارچوب القاعده، سازمان بین الملل القاعده یک سازمان است که جنگ بین المللی در برابر کشورهای دیگه از افغانستان شروع کرد و حالا هم طالبان هم شاخه از القاعده بودن و هستن و حالا اسمشان عوض کردن، پالان خود عوض کردن، نامشان گذاشتن داعش که بالاخره میتونه در این بخش هم مهاجرین یا کسایی که پناه بردن آواره شدن در این تعریف در این بحث قابل تعریف باشن که اینا هم هر کدام از این جای خود داره که باید مطابق به این تعریف بندی ها، دسته بندی ها با اون رسیدگی شد. در مورد رفتن شهروندان افغانستان به کشورهای خارجی هر سه مقوله یا اصطلاح را که شما اشاره کردین کاربرد داره یا بیشتر بحث مهاجرت مطرح است؟ هر سه داره به تناسب مختلف، به تناسب 133 هزار 126 هزار ببخشید افغان در سال 2015 به اروپا سفر به اصطلاح رو به اروپا آورده. حالا ما به خاطر نمیگم که مهاجر شده، آواره شده، پناهجو شده، چرا هر کدام از این وقت قابل تعریف است که خودشان چگونه معرفی کردن در اونجا و پرونده چه رقم ساخته شده برای از اینا برای بررسی، این باز متفاوت است. بله، حالا ما قسمی که شما مشاوره کردین از طرف حکومت وقتی میگه که بهتر است شهروندای افغانستان باشن اینجا بخصوص جوانا و پولی را که در راه مصرف میکنن برای رسیدن به اروپا و به قاچاقبر میتن که زندگیشون هم در خطر است در افغانستان باشن، اما از طرف هم باز هم سوال شهروندا و کسایی که مهاجرت میکنن همین مسئله است که وقتی امنیت نباشد هیچ کار صورت گرفته نمیتونه، نه سرمایه گذاری میشن، نه کار و نه فرصت شغلی برای کسی ایجاد میشه. بله، یقینا. خب وقتی یک کسی میخواد سرمایه گذاری بکنه با مجردی که کارش پیش میره، یک زندگیش میسازه، کارخانه و فابریکه میسازه، فردا ببینین شما که یا خودش اختطاف میشه یا فرزندش یا قاربش یک مشکل برش پیدا میشه. بنابراین
وقتی که سرمایه گذار به این چالش امنیتی مواجه میشه، خود به خود فرصت های شغلی برای اتباع کشور از دست میره. خب طبعا این مسئله یک بحث بسیار جدی است. بله، سپاسگزار هستم. آقای اخلاق‌الله، در بحث مهاجرت شاید کسایی که به خارج و به کشورهای اروپایی و غربی سفر میکنن ذهنیتی باشه که خطری که با او آدم وارد میشه متوجه مفردی است که مهاجرت میکنه، اما وقتی بحث یک کتله عظیم یا بزرگ مطرح میشه که مثلا شما اشاره کردین چند میلیون افغان در خارج زندگی میکنه یا مهاجرت کردن، پیامدی که بر وضعیت اقتصادی یا به بخش های اقتصادی سیاسی و حکومتی افغانستان داره و برای شما افغانستان داره چی چیزی میتونه باشه؟ نگاه کن، اول اینکه مهاجرت وقتی که صورت میگیره بر اساس یک سلسله عوامل است. فقط کوتاه میخوام اشاره کنم. یک سلسله عناصر دفعی در کشور مبدا وجود داره، این کشور مهاجر فریست، و از طرف دیگه یک سلسله جذبه های یا عناصر جذبه ای در کشور مقصد وجود داره. شما در نظر بگیرید مثلا عمده ترین عناصر دفعی در کشور ما و شما وجود داره، یک بحث ناامنی است، دوم بحث بیکاری، سوم یأس و ناامیدی نسبت به آینده یا نبود یک چشمانداز روشن. اینا به عنوان عوامل دفعی است که باعث میشه جوانان ما و شما که اغلب جوانان هستند، اینایی که مهاجرت میکنه از کشور خارج شوه یا کشور ترک بکنه. متاسفانه اینایی هم که کشور ترک میکنه، خصوصا همی مهاجرینی که در چند ماه بعد اخیر چه بودن، اینا مهاجرت ها و دو صورت انجام میشه. گاهی مهاجرت به خاطر رفع یک سلسله مشکلات یا رهایی از یک سلسله مشکلات، اما در اونجا هدف برگشتن دوباره درش وجود داره. اما یک سلسله مهاجرت های است که ترک وطن هست و دیگر در واقع خراب کردن پول های پشت سر و دیگر رو به طرف وطن اصلی نمی کنه و اونا میره که بیمانه در اونجا. مهاجرتی که امسال صورت گرفته که نائب وزیر صاحب مهاجرین امروز گفتن در حدود در این طول یک سال اخیر در حدود 146,000 نفر مهاجر شده است در کشورهای اروپایی، اینا 95% کسایی هستند، 90% کسایی هستند که دیگه تصمیم برگشتن نداره. اینا هدفش این است که برد اونجا تابعیت بگیره و در اونجا زندگی بکنه. این خیلی خطرناک است. چی دلیلی است که یک کس خانه خود ترک میکنه؟ تا دلیل عمده وجود نداشته باشه، تا مشکل عمده وجود نداشته باشه، هیچ کس دوست نداره خانه خود ترک بکنه. این مهاجرین که به این سمت میره اغلبش میرخم است، چون یک تعداد کسایی هستند که نه وضعیت اقتصادیشون خوب هستند، اما تمام از زندگی خود کنار میگذارن میره به سمت اروپا. پس عناصر دفعه ما به صورت عمده اگر بخوایم میتونیم این بحث ناامنی، بحث بیکاری که پیشتر عرض کردم که بیکاری هم به عنوان عامل مستقل است، هم به عنوان عامل غیر مستقل، و یکم هم سرنوشت مبهم که جناب دوست ما اشاره کردن به او که یک آینده روشن در اینجا وجود نداره. یک سلسله عوامل جذبی هست، عناصر جذبی یا جذبه هایی در کشورهای دیگه وجود داره. بحث امنیت امروز در کشورهای اروپایی، بحث امنیت یک از عوامل است که میتونه مهاجرین رو به خود جذب بکنه. بحث آزادی هایی که در اونجا وجود داره، بحث جذبه های فرهنگی که وجود داره، زمین های اشتغال، اینا همگی عوامل است که میکشانه مثلا مهاجر رو. بنابراین در کشور مهاجر فریست اگر برنامه نباشه که تعدیل نکنه یا برنامه نباشه که برای شهروندان یک امید نسبت به آینده نبخشه، طبیعی است که تحت تاثیر از این جذبه ها میره. خب شما اشاره کردین که چی پیامدهایی داره. این هم پیامدهای فردی داره هم پیامدهای اجتماعی. بله. نگاه کنید از نظر اقتصادی ضربه کلان بحث مهاجرت میتونه برای افغانستان داشته باشه. 146,000 نفر که در طول از یک سال در نظر بگیرید به کشورهای اروپایی رفته جدا از چی، 146,000 نفر اگر هر نفر $10,000 مصرف بکنه، مصرف به چند میرسه؟ 1,146,000,000. نگاه کنید نزد دوربر 15% بودجه کلی افغانستان. یک آمار بسیار قابل توجه است، نباید از کنار از ما بسیار اندک بگذاریم. یعنی امروز اعلان کردن که 146,000 نفر در طول از یک سال کشورهای اروپایی رفته، مطابق اعلان از اونا، مطابق برنامه از اونا. شاید بسیار کسایی باشه که در لیست نیامده، شاید 34,000، شاید 200,000. ما بگیریم همین لیستی که وزارت مهاجرین رو میده، 146,000 نفر وقتی هر نفر $10,000 به مصرف برسند که میانگینش میشه، کسایی است که 7,000-8,000 داره، کسایی است که 15,000-20,000 داره، میانگینش که ما $10,000 بگیریم، 1,146,000,000
146 میلیون دلار، 1 میلیارد و 146 میلیون دلار این مصرف میشه و کل بودجه ما شما چند سالانه در دور بر 8 میلیارد دلار است. این نزدیک به 15% کل بودجه و این رقم بسیار کلان هست. این تنها امو پیامد اقتصادی که برای کشور داره، پیامد اجتماعی دیگه ای که داره، وقتی حکومت سرمایه گذاری میکنه برای یک نفر 12 سال در مکتب درس میخونه، 4 سال میاد در دانشگاه درس میخونه، اینا سرمایه کلان برای اینا مصرف شده. اینا بعد از اینکه از دانشگاه فارغ میشن، ما بسیار کسایی رو میشناسیم که سال چهارم طب بوده، سال پنجم طب بوده، علاقه درفته. ما در چندین سنف که درس دارم، در هر سنف حداقل 5 نفر 6 نفر غیر حاضر است در سمستر دوم یا اواخر سمستر اول. کجا شده؟ دوستاش رفقاش میگه که اینا رفتن به سمت مهاجر شدن. خب یا کسایی هستند که مثلا فارغ شدن، کسایی هستند که ماستری داره، اینا به خاطر بیکاری، به خاطر که در اینجا سرگردان هستند، هیچ آیندهش مشخص نیست، اینا اقدام به مهاجرت میکنن. اینا سرمایه کلان اجتماعی هستند، نیروی انسان. شما باور کنید از این 146 تا 150 هزار نفری که مهاجر شده است، اگر یک بررسی دقیق باشه، قطعاً 80% 85% 90% نیروی جوان تشکیل میده. خب در یک کشور امروز یکی از منابع عمده کشورها در رقابت بین هم دیگر بس نیروی انسانی است. نیروی انسانی یک کشور کی تشکیل میده؟ نیروی انسانی یک کشور را نیروی تحصیل کرده تشکیل میده، نیروی جوان تشکیل میده. وقتی ما کشور ما با این روبرو باشه که نیروی جوان ما فرار بکنه، نیروی تحصیل کرده ما که قدر برش سرمایه گذاری میشه اینا رها بکنه، یک کلان ضرر هست دیگه. از نظر چی هم خب پیامدهای فردی هم زیاد داره، آثار منفی زیاد داره. احتمال زیاد داره که غرق شوه، احتمال زیاد داره که زیر پول ها اینا نصیب یک سگ ولگرد شوه، احتمال زیاد داره که اینا مثلا از سرما و از یخی بمیره. و بعد اینا وقتی که در اونجا میرم، اول اینکه اینا معلوم نیست که مورد پذیرش قرار بگیره. بر فرض پذیرش شوه چی کار میکنه؟ در یک گراج یا در یک موترشویی یا در یک جای دیگه مشغول کار میشه. کسی که اینجا 12 سال، کسی که اینجا 16 سال درس خوانده، در کشورش میتونه تاثیرگذار باشه، در کشورش میتونه این خدمت بکنه، اونجا میره مثلا موترشویی میکنه، اونجا میره این شغلای خوبترش ما بگیم دیگه، اونجا میره مثلا فرزجات موتر میفروشه، تاثیر کرده زندگیش در قطر باشه، کار برش پیدا نشه، قطعا نمیره خاصه. این منظور این است که تبدیل میشه به یک آدم غیر موثر، در حالی که اگر در کشور باشه میشه یک شخص موثر باشه. یک دفعه جناب امید کرزای در یکی از سخنرانیش میگفت که او جوانان نرین، شما در اینجا میتونید رئیس شوید، شما میتونید در اینجا وزیر شوید، شما میتونید در اینجا به ریاست جمهوری برسید. خب چی وجود داره؟ اما شما در یک کشور بیگانه میرین، مجبور هستین که موترشویی کنین، مجبور هستین رنگمالی کنین، مجبور هستین که اونجا فرزجات موتر بفروشین و یک کارهای دیگه. اینا همو پیامدهای فردی هستن. بنابراین این مهاجرت میتونه هم آثار منفی اقتصادی بر کشور بار بگذاره، هم آثار اجتماعی داشته باشه، هم آثار به فردی داشته باشه که بعضی از اونا رو ما اشاره کرده باشیم. سپاسگزار. آقای قیسی‌الا، وقتی که نماینده های کشورهای اروپایی میان به افغانستان به خاطر حل مسئله مهاجرت از افغانستان به کشورهای اروپایی، به خصوص کشور نروژ که الان نمایندهاش معینای وزارت عدلیه و مین وزارت عدلیه شون آمده در افغانستان گفتگو داشتن با وزیر خارجه افغانستان و همچنان وزیر مهاجرین افغانستان که ما دیگر نمیپذیریم، یعنی ظاهرا نشون میده که این روند مهاجرت از افغانستان همچنان رو به افزایش است و تا کشورهایی که اونجا کشورهای مقصد هستند نگران هستند از این مساله. پس راه حل چی است و حکومت افغانستان باید چی کنه برای این مساله؟ پیش از اینکه خب حکومت افغانستان عملا جزئی که همون پیشتر اشاره کردم که ما سیاستی را و کار بگیریم یا روی کردی را داشته باشیم که امو چیزایی را که از لحاظ مردم گویا از دست داده که امنیت است و بیویج امنیت روانی، مسئولیت روانی یک انسان اولین بار که چیزی را که به اصطلاح برش دست میده که باز دوباره امید خود باز از او دست میده مسئولیت روانیش است. که ما میبینیم که بیشتر رسانه ها از دست دادن مسئولیت روانی شهروندان از این کشور نقش دارن، که همگی باید سیاست های خود تنظیم بکنه که برگرده، ما امید برگردانیم، شغل ایجاد بکنیم، کوشش بکنیم که امنیت و مسئولیت در این کشور به یک شکل تامین شود با کمک
نیروهای بین المللی کمک کنیم، کشورهای که با ما آمدن میگن که ما شرایط زندگی و مسئولیت و امنیت و در برابر داعش و القاعده و طالب و غیره کسایی که دهشت افغان هستن و تروریست هستن ما در کنار شما هستیم، میرزمیم با مبارزه میکنیم. یک بس. اما غیر از این هم شما غیر از کشورهای دیگه دارین که این چیز مسائل هم برای اونجا وجود داره، یعنی مسئولیت هم هست، تا حدودی کار هم هست، اما مهاجرت هم هست، اما بیرون شدن از کشورشان هم هست. مهم است که این بخش مسئولیت های یک دولت که افغانستان دیگه چیز هم هست که باید وظیفه دیگه یک حکومت یک دولت است که شهروندانش در هر حالتی که هست بپذیره. بعضی وقتا سر چی میشه که چرا رئیس جمهور گفته که ما میپذیریم که اونا بیارن، اما این یک خواست عمومی است و این وظیفه هر دولت است که وقتی از یک جای بیرون میشه، شهروند یک کشور تثبیت میشه، هویتش تثبیت میشه، باید دولتش بپذیره او را، نمیتونه که او را به همان خدا به اصطلاح به سرنوشت یک جای رها بکنه. اما این بازگشت باید در چارچوب قوانین باشه. به طور مثال من پیشتر اشاره کردم، اگر یک شهروند افغانستان رفته به آلمان، ناروی، هر جای دیگه، اگر خودش در انترویوی که یا مصاحبه‌ای که صورت میگیره برای تثبیت وضعیت از این شخص که اگر خودش طوری وانمود کرده باشه که به نسبت بیکاری، به نسبت نبودن شغل، به نسبت مشکلات اجتماعی دیگه که شاید میتونست به مرور زمان خوب شود یا شغل و بیکاری و زندگی بهتر، مشکلات مکتب، مدرسه، این مسائل و حتی اختطاف و این ناامنی‌های اجتماعی هم زیاد در اونجا در این وقت قابل بحث نیست، این قابل جذب نیست مهاجر با این تعریف. این یک بس، اگر خودش گفته باشه این قابل میتونه که بازگشت داشته باشه، میگه خب بالاخره من چی نیستم. اروپا مهاجر پذیر برای شغل و کار و اینا بسیار به ندرت میپذیره، کال آلمان کمی شاید سیاستش تغییر کرده، تغییر داد، اما سه کشور عمده این بخش قبول داره، استرالیا، آمریکا، کانادا، که باز در این وسط یک نهاد بین المللی دیگه به نام IOM International Organization Migration وجود داره که این مهاجرین و یا مهاجرینی که به خاطر مسائل شغلی و کار و اینا و بیکاری و مسائل زندگی اقتصادی پناه به یک جای میرن، این ارگان میای یارا دستبندی میکنه، با اینا مصاحبه میکنه، اونایی که واجد شرایط کار هستن اینا را یک سی وی شان میگیره و کوتا مصاحبه را انجام میده به کشورهای مهاجر پذیر که کار نیاز دارن، به نیروی کار، دهقان، کارگر، فرمایش که از طریق فرایند قانونی صورت بله این باز از کشور دوم میشه، این از داخل نمیشه. همونطور که پیشتر وکیل صاحب اشاره کردن، اینا خب شغلایی که اونجا خالی است و اینا نیاز دارن، از اتناترین شغلی که شاید اون شخص در کشور خودش کسر شن بدانه به اون شغل به کار گماشته شوه، اما اونجا این شغل برش باز میشه. IOM اینا را معرفی میکنه به این کشورها، اونا نظر به ضرورتشان اینا را میپذیره، وقتی که پذیرفت UNHCR و IOM دست با هم یک جا این را آماده میسازن، این شخص برای فرستادن از کشور دوم به کشور سوم. این یک دسته. اگر در اروپا این تایف اشخاص قابل بازگشت است، یعنی آخر پرونده از یا بررسی میشه که البته به این زودی نمیشه، در چارچوب قوانین این اقلا از 3 سال تا 5 سال در بر میگیره و اینا میتونن وکیل بگیرن دوباره تجدید پرونده بکنن. این یک دسته دیگه که اگر خودشا معرفی کرده باشن پناجو که من پیشتر تعریف کردم پناهنده که از اثر مسائل داخلی که در یک کشور که حکومت باعث طلب به اصطلاح سرکوب میشه و حکومت به صورت سازمانی یافته در بزد اساس افکار چی میداشته باشه که افغانستان شامل این دسته حکومت نیست، که اینا هم قابل بازگشت هستن، یعنی پرونده از اینا قبول نمیشه اونجا به حیث کسی که بپذیرش اروپا. درست؟ که اگر اینا گفته باشن که ما یک نفر آمد مرا به خاطر که مثلا از فلان قوم بودم مرا کشت، فامیل ما از بین برد، میگه خب میرفتی حکومت سیاستش سیاست به اصطلاح فاشیستی، سیاست مثلا نسل کشی نیست،
مربوط به یک نسل نیست که اقوام دیگر کوچ اجباری و نسل کشی مثل زمان طالبا وجود بوده باشه که نسل کشی و کوچ اجباری خود زمین سوخته سیاست از اونا بود و یا ای که مسائل زبانی و فرهنگی و سرکوب جلوگیری از ای که شما با فشار فلان زبان داشته باشین فلان زبان نمیتونین بگوین اینا هم چیزایی است که میتونه قابل تعریف باشه دهی بخش چیز اگر یک دسته آمده باشن خودشه دهی چیز داده باشن بعید میدانم که ایرم کسی قبول بکنه بنان چرا حکومت افغانستان کوتاه اگر اشاره کنه نقای ویاسی حالا از یک طرف کشورهای اروپایی میگن که ما دیگر نمیپذیریم به خصوص آلمان که مطرح کرده که ما به اجبار خارج میکنیم مهاجرین افغانستان را و از طرف دیگر هم ظاهرا همچنان از دوران افغانستان ادامه داره مهاجرت به کشورهای خارجی پس راه حل چی است و جنبه این دو گزینه چی میتونه باشه ببین قطعا این کارو کردن نمیدونم پیشتر اشاره کردم از دو سال یک سال دو سال خب طبیعی است از دو سال تا پنج سال این چیزا در بر میگیره مطابق قوانین کنونی بله وقتی که بین مهاجرت بین المللی آلمان توافق شوه پس مشکلی هست هنوز توافق در چارچوب قوانین بین المللی کنونسیونای بین المللی گرفته شوه اگر مهاجری که کسی که اونجا رفته خودش به اصطلاح در این پیشتر که اشاره کردم پناهجو خود معرفی کرده باشه و دلایل قانع کننده گفته باشه و اگر نگفته باشه مطابق کنوانسیون ژنو 1951 ژنو آلمان نمیتونه به این سرعت تو را بدون از اینکه دوسیهش بررسی کنه بفرسته هیچ امکان نداره اما باید یک توافق یک تفاهم نامه صورت بگیره میم سر آواره هایی که به سر جنگ های بین المللی یا جنگ هایی که پیشتر اشاره کردم اینا بیرون شده باشن و متضرر شده باشن خانه شان سوخته باشه در گرفته باشه و قناعت داده باشن طرفی و کشور که ما به این دلیل آمده باشم و اسناد را کرده باشم اینا هم به اساس کنوانسیون پروتکل الحاقی 1997 که در الحاقی کنوانسیون حمایت از قربانیان جنگ که در 19 بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1949 به امضا رسیده بین کشورها در سطح بین المللی و بازود پروتکل الحاقی داره ده این هم نمیتونه کشورها که اگر کسی به این شکل خود آواره معرفی کرده باشه و خانهش در سر جنگ هایی که تاثیر بین المللی و تروریسم بین المللی در اون نقش داشته اینا نمیتونن به اساس از این کنوانسیون هایی که خودشان امضا کردن کسی رو بیرون کنن اما این روند که پذیرفته نمیشه یک روند اقلا از یک سال تا پنج سال در بر میگیره و باید یک تفاهم نامه باشه که بازگشت داوطلبانه آبرومندانه و چیز در بر داشته باشه حکومت میتونه که به اساس یک تفاهم نامه ای کار بکنه آقای اخلاق خیلی کوتاه در پایان اگر شما اشاره کنید اگر بگذاریم از اینکه کشورهای اروپایی چی ذهنیت و دیدگاهی دارن نسبت به پذیرش مهاجرت به خصوص از افغانستان و همچنان به اساس قانونش هم آقای ویوسی اشاره کردن اما حکومت افغانستان چی کنه که بیشتر از این واقعا مهاجرت صورت نگیره به خصوص از قشر جوان خب یکی هم اونطور که در قسمت بازگشتش نابغسیم اشاره کردن امروز هم وزیر خارجه وزیر مهاجرین مطرح کرد که ما با بعضی از کشورها تفاهم نامه داریم موافقت نامه داریم که به صورت درست برخورد شود یعنی اینا اول اینکه نباید برگردانده شود اگر برگردانده شود در قالب توافق دو طرف اما با بعضی کشورها نداریم و تلاش داریم که یک موافقت نامه امضا کنیم از جمله با کشور آلمان گفتن که ما داریم ولی در ارتباطی که حکومت چیکار بکنه که جلو از نار گرفته شود ما فکر میکنیم که ما باز برگردیم روی از یک چه عواملی باعث شده که جوانای ما و شما شهروندان افغانستان دست به مهاجرت بزنه حکومت باید با عواملش مبارزه کنه حکومت دلیل هایی که زمینه هایی که باعث میشه شهروندان افغانستان دست به مهاجرت بزنه او ریشه ها را از بین میبره که من پیشتر عرض کردم که مهمترین عامل بحث ناامنی هست بیکاری هست و همینطور نبود یک چشمانداز وقتی شهروندان افغانستان برایش یک امیدی داده نشود نسبت به آینده ایشان اطمینانی نداشته باشد طبیعی است که وسوسه میشه که باید از اینجا خارج شود وقتی کار زمینه های اشتغال وجود نداشته باشد ما کسایی رو میشناسیم که اینا دو سال دنبال کار دویدن با مدرک لیسانس با مدرک ماستری ولی کار گیرش نیامد اینا مجبور شدن اینا در پیش خانواده های خود اصلا اینا دیگر روی آبرو نداشتن خب خانواده ها به خصوص خانواده های فقیر این درک نمی کنه که وضعیت چه رقم است در اینجا اول اینکه زمین های اشتغال کم است دوم اینکه صد رقم پارتی بازی و واسطه گری هست که برای آدمایی که واسطه نداشته باشه برای آدمایی که در داخل حکومت پارتی نداشته باشه برای زمینه وجود نمی زمینه جذب خب اونا میگه که تو چه رقم درس خوانده که
دو سال میشه فارغ شده یک کار پیدا نمیتونه. خب این تحت فشار روانی قرار میگیره، پس مشکل روانی داره و همینطور بحث ناامنی اینا. ما فکر میکنم وقت تمام شده اینا، اگر حکومت بخواد یک جلو مهاجرت رو بگیره یکی از راههایش می است که با این موارد مبارزه کنه. البته این نکته رو اشاره میکنیم که متاسفانه اعلام کشور آلمان داشت، این خودش مزید بر علت شد که یک تعداد حرکت کردند که بورن که در اونجا پذیرش است، در حالی که اونا اگر پذیرش هم داشتن بسیار ظرفیت کمی داشتن. نبیندازه. خیلی ممنون. در پایان هم سپاس از حضور وقت مهمان برنامه محمد علی اخلاقی عضو مجلس نمایندگان و توریاله قیاسی کارشناسی موری سیاسی. از شما بیننده‌های عزیز هم سپاسگزارم. تا برنامه بعدی در همین فرصت، خدا نگهدار.